روزی روزگاری تو جاهای دوردست یه جایی اون طرفتر از قطب چند تا آدم برفی کوچولو زندگی میکردن. مردمی که اون اطراف زندگی میکردن هنوزم آدم برفی های کوچولو رو به خاطر دارن. اونا 13 تا بودن و همه شبیه به هم و یکیشون اسمش ادی بود. آدم برفی کوچولو بیا بریم سورتمه سواری. برکی میگم نمیادش، کسی نمیاد سواری سورتمه من بشه. روی سورتمه تو؟ ولی من سوار میشم، چرا که نشم؟ حرکت نمی کنه؟ یه ذره حلش بدی را میفته. یه ذره؟ آره فقط یه ذره. یک دو سه، سرپله این نمیره. خیلی خوب، بیا سوار شو بریم. نه هنوز نمیشه، میتونی یه کپ برف درست کنی که سورتمه حسابی را بیفته و تونتر حرکت کنه؟ خیلی خوب باشه، یه کپ برفم درست میکنم. آفر آفر. خیلی خوب تموم شد. آخی هی کجا؟ پس برای همینه که کسی باهات نمیاد سورتمه سواری. کلک زدم بچیز. نگاه کن شده دوستای من، چرا اینقدر ناراحتی؟ آخه سورتمه ما یه نفر است، ولی ما دو نفر هستیم، سنگین میشه راه نمیره. سورتمه تو هم خیلی کوچیکه، اونم نمیشه. میتونی یه بزرگترشو برامون پیدا کنی؟ از کجا؟ چی شده؟ چه خبره؟ ببخشین که مزاحم شدم آقا جغده، شما چیزی رو سراغ ندارین که بشه ازش به جای سورتمه استفاده کرد؟ نه سراغ ندارم، ولی چیزی رو که من سراغ دارم به درد قایق سواری میخوره. اون کجاست؟ یه جایی همین نزدیکی‌های یه قایق دیدم که چند تا سوراخ داشت. همون خوبه آقا جغده. کی میاد سورتمه سواری؟ هر کی دوست داره سواری کنه بیاد و کمک کنه، هر کی دوست داره بیاد کمک. اگه دوست دارید سورتمه سوار شید اول بیاد کمک کنید. میشه منم باهاتون بیام؟ آره حتما، بیا که کمکی خوبی هستی. منم اومدم کمک، من اومدم. Ha ha ha!
بزرگترا باید سوارشان تا کوچکترا زیر دست پای بزرگترا نهولورده نشن. بله کاملا درسته، من زودتر از همه سوار میشم. فهمیدی آقای گبز؟ تو که بزرگتری اول. هیکل گندم بعضی وقتا اینطوری جانس میاره. خیلی خوب، شما دوتا سوار شید. حالا نوبت توی آدم برفیه کوچولو. آره من از شما دوتا کوچکترم. بعدش جک خرگوش و سگا و جغد. من چشمام دیگه خوب نمیبینه، میشه بیام جلو بشینم؟ باشه بیا آقا جغده. همه حاضرین؟ بله حاضر. آره. بریم جانان جان. خیلی عالیه. چه سواری خوبی با ما سورتمه سواری بکنم. درسته اومدم، منم میام کمک بکنم. نه تنها همه حیوانا و بچه ها با خوشحالی سوار سورتمه شدن، بلکه 12 برادر ادی هم سورتمه سواری کردن، همون آدم برفیای کوچولو.